خانه های ویران شده و زندگی های متحول شده. آتش سوزی موسوم با آتش سوزی های اوک بزرگترین آتش سوزی امسال در کالیفرنیا است و توقع می رود از روز جمعه در هفته اول خود 8000 هکتار زمین را می سوزاند. با گفته مقامات ایالتی آتش سوزی در آلاسکا در این فصل آتش سوزی بیش از 1,000,000 هکتار زمین را سوزانده است و با گفته جنیفر بالچ کارشناس محیط زیست این بخش بزرگی از روندی گسترده تر است. ما شاهد دو برابر شدن میزان سوختگی جنگل های ایالات متحده از دهه 1980 میلادی به این سو بوده ایم و ما می دانیم که این موضوع مستقیماً با گرمتر شدن دمای زمین امروز نسبت به دهه 1980 مرتبط است. او می افزاید که خانه های بیشتری نیز در معرض آسیب قرار دارند. نتایج تحقیقات ما نشان داده است که بیش از 1,000,000 خانه در دو دهه در محدوده آتش سوزی موقعیت داشته و بیش از 59,000,000 خانه در 1 کیلومتری وقایع حریق قرار داشتند. ما میتوانیم با کاهش انبوه جنگل ها با برداشتن لایه های زیرین که میتواند با عنوان آتش زای آتش سوزی عمل کند به این پدیده کمک کنیم. اما دانشمندان میگویند که کنترل گازهای گلخانه‌ای که سیاره زمین را گرم می کند و آتش سوزی های بزرگ را ایجاد می کند به همان اندازه مهم است. ما تمایل داریم روی یک گوشه این آتش سوزی ها و بعدا به گوشه دیگر تمرکز کنیم. شاید این آتش سوزی ها به مدیریت جنگل ها نیز مرتبط باشد و یا هم مربوط به تغییر اقلیم باشد. اما من معتقدم که در واقع به هر دو مربوط می شود. او می گوید استفاده از سوختگی های کنترل شده تاکتیک دیگر برای مهار وضعیت است. اگرچه مواردی که اشتباه در آن صورت میگیرد میتواند مردم را به طور غیر ضروری دچار تردید کند. سیاره‌ای که در حال گرم شدن است روزهای گرمتر و شبهای گرمتر تولید میکند که منجر به آتش سوزی های شدیدتر میشود و منابع برای رسیدگی را کاهش میدهد. آتش بخش طبیعی از اکولوژی جنگل است و به همین دلیل پرندگانی مانند دارکوب پشت سیاه خود را با این حالت وفق دادند. آنها زرختان سوخته برای ایجاد افره‌های لانه استفاده می‌کنند. بنابراین به این منبع تکیه می‌کنند. دانشمندان می‌گویند هم حیوانات و هم انسان‌ها به جنگل‌های مقاوم و سالم نیاز دارند، چیزی که در گذشته داشتیم اما ممکن است در آینده آن را از دست بدهیم. کسانی که آتش سوزی های زمین های وحشی را مطالعه می کنند می گویند که مدیریت جنگل های ما کنترل انتشار کربن و پذیرش شیوه های ایمنتر ساخت و ساز ساختمان ها همه بخشی از راه حل این موضوع هستند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.